خدمتتون آقا. جان بفرمایید. میخواستم ببینم که اینو شما چگونه تفسیر میکنید، سوره مبارک ممتحنه آیه 13 آخرین آیه. خب اونجا من آیه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. من اصحاب القبور. بله. اینجا من میخواستم اینا، اینجا پروردگار میفرمایند که هرگز قومی را که خدا بر آنها غضب کرده دوست خود نگیرید، و برای که اونا از عالم آخرت به کلی مایوسند، هم همچنان که کافران از اهل قبور نومیدند. این تیکه آخر که میفرمایند کافران از اهل قبور نومیدند، اینا به همین گروه به اصطلاح ابن تیمیه و اینا برمیگرده که میگن مثلا قبرهای مقدس اصلا کاری نمیشه انجام داد و اینا. شاید منظور این باشه، شاید هم منظور این باشه که کفار دیگر از اصحاب قبور خود مایوس هستند که دیگر اینا را نمیبینند. کفار اعتقادشان اینه، به معاد دیگر ایمان نداره کفار، و اونها معتقد هستند که بعد از مرگ دیگر زندگی وجود نداره. بله، ان نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. اونا میگویند که ما بله زنده میشیم میمیریم، و روزگار هست که ما را میمیراند، و خدا نمیمیراند الیاذ بالله، روزگار طبیعت که ما را میمیراند، و ما همگی ما تحت قوانین طبیعت هستیم. لذا برادر عزیز من، اینها از مرده های خود مایوس هستند که هیچ وقت مرده های خود را نخواهند دید، و اونها هیچ وقت مصوبات اخروی، عقوبات اخروی اونها را نخواهند دید. از مرده های خود از این ناحیه مایوس هستند. وهابی ها هم حرف شما درسته، اینها هم از اولیاء خدا که از دنیا رفتن مایوس هستند. از اون نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گونه امیدی ندارند. نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام، اهل بیت اطهار علیهم الصلاة و السلام، انبیای گذشته، از اونها هیچ امیدی ندارند. لذا برادر عزیز من، این صفت اونها را هم شامل می شود. کلام شما درسته. بله.